ساعتی پیش یک کنفرانس خبری در باشگاه ملی مطبوعات در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد و حاضرین به بحث و گفتگو درباره وضعیت دو کوهنورد آمریکایی زندانی شده در ایران پرداختند. با دوست و همکار خوبم نگار مرتضوی هستیم تا به جزئیات بیشتر همین موضوع بپردازیم. خب نگار بهت سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه در شباهنگ با ما هستی. مرسی از شما. خب چه خبر بود؟ این کنفرانس به چه منظوری تشکیل شد و در اونجا چه گذشت امروز؟ نکته اصلی کنفرانس در واقع این بود که محمد علی ستاره بوکس آمریکا و در واقع جهان امروز به همراه تعدادی از رهبران جامعه مسلمانان آمریکا در این باشگاه مطبوعات جمع شده بودند و در یه نامه سرگشاده که خطاب به رهبر ایران آیت الله خامنه ای نوشتن ازش خواستن که جاش فتال و شین باور این دو کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران رو آزاد کنه و در واقع خیلی خواستن تاکید کنن این مسلمان بودن این رهبران که همه با هم جمع شدن و محمد علی خواستن تاکید کنن که رافت اسلامی و بخشش رو که در واقع جزء روح اسلام اینطور که گفتن تو کنفرانس شامل حال این دو نفر بکنه. آره از نظر سمبولیک هم مهمه چون خود محمد علی سالها پیش به دین اسلام گرویده و در این زمینه خوب فعالیت‌هایی هم داشته. اما چه مطالبی اونجا بیان شده؟ آیا خود محمد علی بود که اونجا صحبت بکنه؟ خب خود محمد علی که الان در واقع از بیماری شدید پارکینسون رنج می‌بره، خانومش همسرش در واقع باشون اونجا بود توی کنفرانس که به نیابت از خودش صحبت کرد، خودش کنارش ایستاده بود و همسرشون به نیابت ازشون صحبت کردن که یه تیکه کوتاهی از صحبتاشون رو من ترجمه کردم الان میتونیم با هم ببینیم. So many years ago, Muhammad will be 70 in January. Sorry Muhammad. محمد سالها پیش وقتی که مثل این دو نفر جوان بود تبدیل به یک شهروند جهانی شد. براش مرزی وجود نداشت. هر جا می رفت در فرهنگ و جامعه همونجا حل می شد. همین کمک کرد که او تبدیل به شخصیتی بشه که امروز می بینیم. ما احساس می کنیم شین و جاش هم همینطور هستن. اونا بدون توجه به سیاست دوست داشتن دنیا رو ببینن و فرهنگ ها و جوامع دیگر رو تجربه کنن و بخشی از اونها باشن. میدونم که جدا از روابط جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا، مردم ایران مردم خوب و خوشقلبی هستن و من مطمئنم عاشق این مردن. به همین خاطر و به خاطر عشق به الله و عشق به محمد ما میخواییم شین و جاش هم مثل سارا مورد رأفت و بخشش اسلامی قرار بگیرن و آزاد بشن. آقای کوتاهی از سخنان همسر محمد علی که ساعتی پیش در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا در شهر واشنگتن دی سی ایراد شد. اما نگار من مطمئنم همه بیننده ها ما به خوبی با محمد علی آشنان، چه اونایی که ورزشکارن چه اونایی که شاید کمتر به بوکس و این رشته های خشن علاقه داشته باشن، ولی جا داره یه مقدار ازت بخوان راجبش توضیح بدی تا دوستان ما بیشتر او رو بشناسن. من خیلی کوتاه میگم، محمد علی که در واقع نام اصلیش کاسیوس کلی بوده و در سال 1964 در دهه 60 میلادی نامش رو عوض کرده به محمد علی و در واقع به دین اسلام رو آورده، قهرمان بوکس آمریکا بوده، بوکس سنگین وزن و چندین دوره قهرمان جهان شده، ولی ضمناً شخصیت سیاسی خیلی معروف و محبوبی هم توی آمریکا پیدا کرده. در اون زمان مثل اینکه از رفتن به جنگ ویتنام سرباز زده و در واقع با یه سری از سیاست‌های خارجی آمریکا مخالفت کرده و تقریبا تبدیل به یه هم ستاره ورزشکار و هم یه شخصیت سیاسی اجتماعی خیلی خیلی محبوب تو آمریکا شده و خب این خیلی مهم بود که امروز اومد و از این دو جوان آمریکایی حمایتشون نشون داد. خب حالا از این پیامی که امروز ایراد شد در باشگاه ملی مطبوعات اگه بگذریم، همین دو کوهنورد آمریکایی که راجعش صحبت میشه چه وضعیتی در ایران دارن؟ آیا خبر تازه‌ای در این باره منتشر شده؟ جاشوا فتال و شین باور مثل اینکه قرار بوده که دو هفته پیش حدوداً 10 می فکر می‌کنم یا 11 می قرار بوده که یه دادگاهی برگزار بشه برای این دو نفر که امروز خانواده‌هاشون میگفتن که دادگاه برگزار نشده و مثل اینکه دلیلش هم نامعلوم بوده و هیچ اطلاعی بهشون ندادن که چرا دادگاه برگزار نشده و خب می‌دونیم که اینا از تابستان سال 88 در ایران زندانی هستن. نفر سوم سارا شورت هم باشون زندانی بود که پاییز گذشته آزاد شد، امروز اتفاقا توی کنفرانس خبری بود، ولی نامزد شین باور هنوز در زندانه به همراه جاش فتال که اینا همه خواستار آزادی اونا شده بودن. به هر حال این خبر رو به دقت دنبال میکنیم، قطعا آگاهی های بیشتر رو به سمع و نظر بینندگان خواهیم رسون و گفتگوهای دیگر رو هم در این زمینه خواهیم داشت. مرسی نگار از اینکه با ما بودید. شباهنگ رو در بخش دیگری ادامه میدیم.